چطوری؟ و خوش اومدید به کانال یوتیوب من. من الهه اسکندری اومدم با یه ویدیو باحال و کاربردی دیگه ابعاد خود رو. میدونم که همتون تو بحث ابعاد خود رو مشکل دارید. حداقل اگه تو کلش هم مشکل ندارید، ولی یه تیکه‌ای هست که واقعا مشکل دارید. اصلا بچه‌ها ابعاد خود رو شامل چه چیزایی میشه؟ شما توی جای کوچه باریکی که دو طرف ماشین پارکه می‌خوای رد بشی، می‌ترسی، نمی‌دونی که این بر اون برت چجوریه و ممکنه که به ماشین های کناری برخورد کنی، یا توی ترافیک ها، یا میخوای یه جایی پارک دوب بزنی، نمیدونی تو اون فضایی که بین دوتا ماشینه آیا جا میشی یا جا نمیشی، یا تو پارکینگ خونتون یا پارک ال یا رمپای طبقاتی خیلی مشکل داری، یا تو جلو عقب اومدن دور دو فرمونه. همه اینها شامل ابعاد خود رو میشه. من تو این ویدیو میخوام کلی شاخص خوب و باحال بهت بدم که برای همیشه اگه بشینی تا آخر این ویدیو رو کامل ببینی مشکلت حل میشه. آقا مرسی که کانال ما رو سابسکرایب میکنید، دمتون گرم که پیج اینستاگرام ما راننده‌شو رو هم فالو میکنید، برامون حتما کامنت انگلیسی بذارید که حسابتون نپره. در کلم دم همتون گرم. خب بچه‌ها جون، اولین شاخصی که میخوام بهتون بگم و خیلی کاربردیه در مورد این که یه جا پارک کردی نمیدونی که از پشت ماشین خارج میشی یا احتیاج داری به اینکه دنده عقب بزنی. ببینید بچه‌ها، وقتی که این قسمت برفاق کنه ما، یعنی این قسمت ماشین ما تقریبا وسط سپر یا همین قسمتی که الان هستش قرار داره، اینجا شما با خیال راحت رد میشی، ولی یه شرط خیلی بزرگ داره بچه ها رد شدنتون، اینه که کل فرمونتون رو سریع به سمت چپ بچرخونی. در غیر این صورت رد نمیشی، یعنی شما بیای ذره ذره فرمون بدی رد نمیشی. تو این لول که هستی، یعنی همین جایی که الان هستی، سریع فرمونتو به سمت چپ بچرخونی، کاملا بچه ها ماشینت رد میشه. نها کنید آروم، اگر یه کوچولو هم بچه شک داشتی یه ذره کلت رو میاری جلو، کاملا متوجه میشی که رد میشی یا نه. دومین شاخصی که میخوام بهتون بدم، توی کوچه باریک داری دور میزنی، مخصوصا بچه‌هایی که میخوان برن امتحان بدن و نمیدونن تا کجا برن که ماشینشون توی جوب نیفته یا با جدول برخورد نکنه. بچه‌ها جون ببینید که حالا تو دور دو فرمونه که فرمونتون هم خیلی باید سریع بچرخونید، اگه فضای کوچه باریک باشه آروم میری جلو. بهترین شاخص اینه تا جایی میری جلو که از زیر قاب آینت جدول رو ببینی. این یکی از بهترین شاخصاییه که شما میتونید موقع جلو رفتن تو دور دو فرمونه، یعنی اطمینان رو بهتون میده که تو جوب نمیفتی و به جدول هم برخورد نمیکنی و کاملا افسر پسنده. سومین شاخصمون مربوط به دندقه به دور دو فرمونه است که خیلی هاتون توش مشکل دارید. بچه ها ببینید، اگه خیابونی که داشت توش دارید دور میزنید پهن باشه که شما یه ذره میای عقب، آسفالت رو میبینی یا به اصطلاح بین جوب و آسفالت یه زاویه هفتوری درست بشه رد میشید. اگر که باریک باشه حتما این نکته ای که من بهتون گفتم رو باید رعایت کنید. دستگیره درب عقب رو بچه نگاه کنید، بذاری ماشینا رد بشن، آروانا کاملا براتون توضیح میدم. دستگیره درب عقب رو بچه ها جون میندازید، میفته بالای جدول. اینجا جای خوبی، یعنی دیگه شما درب عقب بچه ها سمت راننده رو دارم میگم، و اینجوری دیگه شما این اطمینان رو بهتون میده که کاملا یعنی عقب دیگه اصلا جا نداری و نمیتونی بیای عقب. حالا یه نکته این وسط وجود داره، صندوق ماشین ها با هم بچه ها فرق میکنه. ماشین هاچبک داریم، ماشین صندوق دار داریم. وقتی که ماشین صندوق داره یعنی کمتر میتونی بری عقب، ولی وقتی که ماشین هاچبک بیشتر میتونی بری عقب. اینو دیگه خودتون باید تمرین کنید و متوجه ابعاد خودروی ماشینتون بشید. الانم این آسفالت روبرو رو من کاملا دارم میبینم اینجا، به شرط اینکه این نکته مهمیه، نری جلو فسفس و فرمون بدی گیر کنی به جدول بعد بگی خانم اسکندری اینجوری گفتا، به شرط اینکه کل فرمون سری به سمت چپ جمع و تو حرکت لاک باشی میتونی ماشینتو کنترلش کنی. خب بچه ها، شاخص بعدی که میخوام بهتون بگم در مورد فاصلتون با ماشین کناریه. این دوتا کاربرد داره، یکی فاصلت با ماشین کناری که میخوای باهاش پارک دوب بزنی، یکی تو ترافیکا. حالا چه از این ور چه از اون ور هیچ فرقی نداره. بچه ها ببینید، قاب آینه یا این کنج ماشین رو تنظیم میکنی، میندازی رو دستگیره درب مشکی ماشین. اینجوری فاصلت دقیقا با ماشین بغلی 40 سانتی متر یا 50 که برای پارک دوبل عالیه،
چیه؟ توی ترافیک ها هم شما اگه همچین فاصله ای رو از ماشین های کناری داشته باشی خیلی خوبه. جالبه بچه ها بدونید از سمت چپ هم همینه، هیچ فرقی نمی کنه. یه نکته هم در مورد شاسی ها بگم، این قسمت ماشین های شاسی بلند اگر تو ترافیک کنارتون قرار دارن، این قسمت باید بالای لاستیکشون باشه. وقتی تو این نقطه قرار میگیره یعنی شما فاصله تون با اون خیلی خوبه. این خانم هم که داره به بچه گربه ها غذا میده به منم اشاره کرد که وایسا بذار من غذا دادنم کامل بشه، یه ذره ترسید که من بچه گربه ها رو زیر بگیرم فکر کنم. خب بچه ها یه شاخص خیلی خیلی کاربردی که برای ورود به پارکینگاتون و حالا هم این که بپیچید رو پل خونه هاتون که میخواید به داخل پارکینگ، همین که تو پارکینگ خونه هاتون دیواره تا کجا برید که با دیوار جلو برخورد نکنید، قشنگ گوش بدید، این خیلی شاخص مهمیه. بچه ها ببینید من تو دور دو فرمونه گفتم تا جایی میری جلو که از زیر قاب آینت جدول رو ببینی، حالا اینجا تا جایی میری جلو که از زیر قاب آینت محل برخورد آسفالت و دیوار، بچه آسفالت و همین دری که روش قرار داری رو ببینی، اینجا دیگه شما اصلا جا نداری بری جلوتر، یعنی اگه بری به در پارکینگتون میخوری. خیلی شاخص خوب و 100%ایه. خب بچه ها جون، من اون چی که به نظرم رسید که شما تو عباد خود رو باش مشکل داشتید بهتون گفتم. حالا اگه فکر میکنید که چیزی رو من جا انداختم و شما توش مشکل داری و شامل عباد خود رو میشه، زیر همین ویدیو برام کامنت بذار، با حوصله نامحدود جواب همتون رو میدم. یه چیز کلی هم بچه ها بهتون بگم که خیلی وقتا من با هنرجو مثلا یه جایی پارک کردیم میخواییم خروج از پارک بگیریم، هی هنرجو میگه میخوره، من هی میگم رده و رده، یعنی برو با خیال راحت رد میشی، بعد پیادش میکنم میگم برو ببین که چجوری رد میشه. میخوام اینو بهتون بگم که ابعاد خود را خیلی تجربیه و در اثر تکرار و تمرین و زیاد نشستن پشت فرمون شما هم حرفه‌ای میشی و به یه لولی میرسی که دیگه توی کوچه تنگ و باریکی که دو طرف هم ماشین پارک کرده خیلی راحت میتونی رد بشی و دیگه استرس اینو نداری آی الان میگیره به سمت راستیه یا الان میگیره به سمت چپیه. اینجور وقتا یادت باشه که همیشه دورنمای دیدت رو قوی کنی. باشه این روزا هم که اگه میبینید که ما یه ذره کم، یعنی فعالیتمون کم شده، واقعا به خاطر گرمای هوای، خب تو شبم که نمیشه فیلم برداری کرد دیگه، به چی میگم بزرگی خودتون ببخشید و مرسی، دمتون گرم که کانال ما رو سابسکرایب میکنید، پیج اینستاگرام ما راننده شو رو هم فالو میکنید و در کل مرسی که ازم حمایت میکنید.